سلام دوستان و حلقه‌مندان برنامه ماسکاهای میوه‌ای، از خداوند حمید صحت و سلامت شما را دارم. دوستان عزیز نازنین، امروز باز هم در خدمت شما هستم با یک ماسک تازه و جدیده که البته ای بسیار کم است، اما همه چیزش فراوان است. دوستان عزیز، ما برای ماسک خود یک عدد البته شما میبینین که ناک است، ناک پوست شده و باید تمیز شوه، همه چیزش گرفته شوه و یا البته به صورت زنده ما قسمت های تمیزی زیر ما کار داریم. و قیماغ است، قیماغ هر چیز که باشه در دسترس داشته باشین، پروا نداره. عسل از دوستای عزیز و همچنان وسایلش است که یا تراشک باشه و یا البته میتونین از چیزای برقی، مکسرهای برقی استفاده بکنین و یک پلاستیکی که ما سر زیاره میپوشونیم. خب دوستا، میریم به سراغ ماسک خود. بعضی مطالب داریم هم در مورد مفاد همی ناک و چیزا بر شما، البته او را هم تشکر. ناک به دلیل برخوردار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف، میوه مناسب برای تهیه حنوای ماسک های پوست و صورت می باشد. ناک درمان طبیعی برای لکه های پوستی و سرخی پوست است. می تواند به کاهش سوزش و ناراحتی ناشی از آفتاب سوختگی کمک کند. ماسک ناک و عسل ماسک است که تهیه آن فوق‌العاده است و تا یک هفته در فریزر قابل نگهداری هست. خب شما میبینین که ناک پوست کردیم و تمیز کردیم. شما از تراشه هایی که سوراخ های خرد داشته باشه و یا از مکسری رو بکشین که بسیار خرد شوه و البته مثل یک خمیر شوه، قسمت های کسیفی هایش میگیرین و او را نمندازین، این قسمت های تمیز و خوب ازیره ما شما کار داریم. خب دوستا ببینین، البته ما تراش کردم ناک خدا، نگفته نمانه یک اپره برای شما بزنم. اگر پوست شما حساس است دوستای عزیز، شما میتونین در این قسمت بند دست شما یک کمک هضمی ماسک بزنین، اساسیتتان معلوم میشه. هرگاه خارش پیدا کرد و یا سوزش پیدا کرد، جدن خودداری کنین از این ماسک، برای یک داده قبانین. اگر کدام اساسیت نشان ندادین، میتونین که از این ماسک استفاده کنین. خب یک قاشق غذاخوری، البته ما ضرورت داریم به قیماغ که ما زیادتر از زیر کار نداریم، به یک روی یک قاشق بس. اگر دستای خود میکنین و پاهای خود میکنین و کار خودتان است، یک دو قاشق برتین. خوبی را دوست عزیز خوب مخلوط میکنین، ایره خوب مخلوط میکنیم، خوب درست دیگه. خب ببینین این حل شد، یک ذره قیماغ است یکمک خود جدا میکنه، پس دوباره میگیره میره. پیش ازی که ما عسل افرتیم بندازیم، هر پلاستیک که شما دارین میتونین شما ایره بر یک ساعت فقط استراحت بتین، در بین پلاستیک کاملا ایره بپوشانین به می شکل بر یک ساعت، یک ساعت ایره استراحت میتین، بعدا دوباره باز عسل خدا ما مندازیم. دوست عزیز ما میریم تا یک ساعت البته ایره میمانیم استراحت. خب دوست عزیز، یک ساعت از سر ازی گذشته و ایره البته در دمای اتاق میمان نگهداری میکنه، نه در یخچال، در دمای اتاق هوای ملایم باشه، برای یک ساعت ایره میمانین.
مایی را پس دوباره باز میکنیم و البته امی عسل که گفتیم داشتیم، عسل خدا یک قاشق چای خوری عسل دهی علاوه میکنیم، باز هم خوب مسکش ببخشید مکسش میکنیم، اینا خوب مخلوط میکنین و مکس میکنین که آثار البته امی عسل نمانه، همش مخلوط شوه و کاملا. خوب ایره برای یک 3 دقیقه به هم مخلوط میکنین، بعد ایره در یک بوتلک های شیشه ای میتونین که هم نگهداری بکنین در فریزر یخچال برای روزای بعدیتون یا به هفته های بعدیتون. البته نگفته نمانه که این هفته یک بار استفاده میشه و از 20 الا 15 دقیقه شما ایره میمانین، قسم میزنین که ایره با یک پنبه و یا با نوک های کلکتان دهی میزنین و قسمت های رویتانه، البته جاهای کلکه ده همه رویتان میتونین بزنینش، یک کمک مساج هم بتین بهتر میشه بدن برای 20 دقیقه الا 15 دقیقه که ماندین. با هاب سر دیره بشورین و شستشو کنین و با یک پارچگه که بسیار نرم ملایم ایره پاک کنین، خوش کنین البته رویتانه. از این ماسک میتونین هفته یک بار استفاده کنین، زیادتر از این نکنین، هفته یک بار امی بهترش است و زیادتر پوست اساس میشه. البته اینمی بود ماسک امروز ما، خدا کنه که این ماسک البته برای شما مؤثر واقع شوه و شما بتونین هزی استفاده خوب و مفید داشته باشین. خب دوستای عزیز، شما رو به الله پاک به نیاز مسپارم تا ویدیوهای بعدی ماش، منتظر پیشنهادات و انتقادات و البته نظریات نیک شما هستم. شما رو به الله پاک به نیاز مسپارم، شاد و موفق و کامیاب باشین.